باشه من مرا از من خبر کن چه معنا دارتن در خود سفر کن اگر کردی سوال. از من که من چیست مرا از من خبر کن تا که من کیست من کیستم شاید بارها به با پاسخ ای سوال فکر کرده باشیم اما ذهن جوان شما به دشواری و سختی پاسخ قانع ای را پیدا کرده است و حقتان هم است که هویت فردی خود را بشناسید و خودشناسی کنید و بپرسید که کیستید و چه نقشی در این دنیا دارید واقعا من کیستم شما کی هستین؟ و چرا آمدیم در این کاری پهناور چه مسئولیت داریم برنامه حاضر را دنبال کنید با ما بهشت شاهین و جناب سید یعقوب هم در استاد دانشگاه ولی مقدمه بر همه عرض سلام و روز بخیر دارم حضور شما بزرگواران که همکنون برنامه خودتان را بگونه زنده و مستقیم بیننده است جناب استاد سلام عرض میکنم خدمت شما تشکر من هم سلام خدمت شما تقدیم میکنم کارکنان تکنیکی شما و بیننده های عزیز که یک برنامه به که خیلی جالب است و سرنوشت ساز است که ما کی هستیم ما چی هستیم در این دنیایی که حاضر هستیم الله تبارک و تعالی یا مایی که خلق شدیم از کجا آمدیم چی وظیفه داریم برنامه جالب است که باید بشنون با دل جان که چیز یاد بگیریم امیدوار هستیم با حضور همراهی برشت. گرم عزیزان برنامه و اصد همین سوال را مطرح کنم من کی هستم شما کی هستین و بیننده های برنامه کی ها هستند و چرا آمدیم به اینجا تشکر قال الله تبارک و بعد فعوض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وأيضا قال الله تبارك وتعالى اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق صدق الله مولانا العظيم أه تشكر مكو مرة دعوات كاردن بوي موضوع فار جالب خودشناسي که نیمه ای که ما کی هستیم و چی هستیم به ای سوال که ما کی هستیم الله تبارک و تعالی ما ره به خود ما معرفی می کنه که قال الله تبارک وتعالی برا ملائکه الله تبارک وتعال میه که انی جاعل فی الارض خلیفه مه در روی زمین خلیفه خوده جانشین خوده در روی زمین ما ایجاد میکنم خلق میکنم میگردانم خلیفه خدا در روی زمین بنا ما شما و تمام انسان ها نایب و یا خلیفه خدا در روی زمین من حیث من هستم که من ما ما کی هستیم ما خلیفه خدا جانشین الله نایب خدا در روی زمین و این که ما چی هستیم خلقت ما از چیست یکی ما کی هستیم که ما کی هستم بېکه الله تبارک وتعالى مې نماینده ما خليفه ما جانشين ما در نړۍ زمين بېکه ما چی हستو جنسيت ما از شي ساختمان ما از شي استك الله تبارک وتعالى ميفرماید كه و اسقال ربك للملائكه اني خالق بشر من تن فصويته ونفخت فيه من روحي فقاعوا له ساجدين الله تبارک و تعالی در جنسیت ما میگه که ما انسان میسازیم از چی خالق بشر استم آدم از تین از خاک و همچنان ما یک بوده داریم بود خاکی و بود زمینی پستی که از عالم زمین گرفته شدیم از تمام گوشه و کنار زمین انسان ها گرفته شده و می چیره های زرد و سرخ و سفید و سیاهی که هستند و به خوی و زشت و عادت های زشت و خوب و خرابی که هستن اینا برمیگرد به مو زمینه که چقدر اون زمین حاصل خیز بوده و چقدر زمین شورزار بوده که برمه به خود انسان که انسان ها در کل چیستی انسان ها از خاک است بخش دومش که الله تبارک تعالی میگه که ما انسان و نفخت و فیه من روحی با. بنان انسان از دو بود معرفی که در چیستی انسان که انسان چی است که از بود ماده و بود معنا از بود جسم و بود جان از بود مادی و بود معنوی که روح است بود خاکی و بود روحی و نفخت و فیه من روحی ما در وجود انسان روح خوده روح خود به این که روح از جانب خود که به فرمان خود مستق و اسالون کن روح کل روح من امر ربی و ما اوتیت من العلم الا قلیلت تو پیامبر از روح می پرسند که روح چی است بنان وجود انسان متشکل از روحی که از جانب الله تبارک و تعالی به قدرت الله تبارک و تعالی به فرمان الله تبارک در وجود جسد خاکی زرق شده بنان داخل شده و این انسان در بود چیستی از چی است از جسم است و از جان از روح است و از ماده اجازه بفرمایید صحبت داشته باشم پیرامون همین کیستی و چیستی که الله متعال تعریف نموده پیرامون کیستی ما که ما نماینده الله متعال بر روی زمین هستیم اما تعریف و خود انسان پیرامون خودش چیست بله خود انسان موجود شناخته شده است قبلا می که انسان موجود ناشناخته شده است انسان خود نمیشناخته سرگردان شناختن خود بوده در این کره خاکی که ما کیستم. اما انسان امروز به واسطه چی به واسطه انسان میگفت که ما مخلوقی هستیم ما بقایای اونمو شادی های هستیم و شامپانزه هستیم که ما از نسل از اوستیم. که چارلز داو داورین داورین ایرا گفت که ما چی هستیم اونمو بقایای کی هستیم از امو شادی های هستیم که نسل شادی تکامل کردک اما متاسفانه امروز نظر به که علم پیشرفت کرده اونا فقط احساسات از اونا می بوده حس میکردن که ما نسل شادی هستیم اما امروز علم میگه که انسان موجود شناخته شده است که حی از جمله مخلوقات زنده الله تبارک و تعالی در قات مخلوقان که متمایز شده به چی به عقل و علم و قدرت و اراده ایش اینا متمایز شدن و من حیث خلیفه خدا در روی زمین و با اساس وظایف مشخص در این کره خاکی که مسئولیت ها و مکلفت های داره و پیرامون چیستی انسان که باز هم تعریف از الله متعال بود خود ما چه قدر نقش داریم حالا بظاهر ما از خاک و از روح خداوند با وجود آمدیم بله که که تو بس گیج کننده نشه که روح خداوند یک تعداد که ما از روح خداوند هستیم پس موضوع وحدت الوجود باز ایجاد نشه خدای نخواسته اگر برداشت نادرست کنه الله تبارک تعالی که این خالق بشر من تین ما انسان از گل می و نفخت و فیه می روح در بعد بند دومش میگه روحی که از جانب الله تبارک تعالی نه ای که رو از روح الله تبارک تعالی روح که از قدرت الله تبارک و که الله تبارک و تعالی رو, رو منسوب به خود میکنه یعنی قدرت الله تبارک و تعالی که روح از جمله نشانه های قدرت الله تبارک و جمله اوامر الله تبارک و تعالی است در وجود انسان نفخ میکنیم ان انسانی که از سک از دو بود گفتیم ساخته شده بود مادی و بود معنوی با. یک تعداد هستن فقط چی میکنن اما بود مادی و خاکی خود که متوجه در چیستی انسان که میگه ما از بود خاکی هستیم فقط به میمنوال پیش میره که آخرتشان و انتهایشان بر جای میرسه که اولای که کل انعامی بلهم هم عدل. امروز که من خود اگر نه نشناسم از بود مادی خود کار بگرم اینجا هست که من خدای نخواسته قرآن بر ما که اگر سر رضایل اخلاقیت که مشالوده ها که دو چیز در وجود انداختیم عبارت است تقوا ها و فجور ها قوه ملکی و قوه اهریمنی و خاکی زمینی اگر سر بود حیوانیت انسان اگر کار کنه بنان اونمو است که اولایک که کل انعام بل هم عبال. اونا چی میشن از حیوان و از حیوان که بدتر میشن یک تعداد که امروز خود گم کردن که خود نشناختن به این مساوی است که اونا حیوانات هستند که نوز در سر در گمی حرکت میکنن ولو که نام مسلمان باشن یا غیر مسلمان باشن استاد سوال ما دقیق گرفتین اصل سوال ما بود که خود ما چی نقش داریم در چیستی خود ما خب ای که ما چی نقش داریم ما یک موجود هستیم جبران خلق شدیم کسی از ما پرسان نکده که تو چی می باشی و کی تو را خلق کنیم یا نکنیم چرا ما را خلق کردند؟ خب حالا خلق شدیم بله. خود ما چگونه میتونیم چیزی خود را ترسیم کنیم بله. با دیدگاه های خود با دانش خود با فهم خود با مطالعه خود پیرامون خود ما بله وقتی که ما در وجود خود دخالت نداریم که کسی از ما پرسان نکرده که تو را خلق کنیم یا نکنیم از موضوع تکوین جبری الله تبارک و تعالی است الله تبارک و تعالی جبرا ما را خلق کرده خود تا خلق کردی که در روی زمین انسان های دیگر جبرا خلق شده ما دخالت نداریم خب اینجا یک سوال دیگه مطرح میشه که ما هیچ نداشتیم در قسمت خلقت خود ما بله بله ما در نوع جبر شده که شما هم از جبر بله نام بردید بله 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 الله تبارک تعالی در قسمت اراده تکوینی الله تبارک تعالی ما اراده اختی... داریم و اراده تکوینی در قسمت اراده تکوینی الله تبارک تعالی که انسان خلق و کائنات خلق کرد از نخواست که من خلق میکنم وقتی که مرا خلق کرده از الله تبارک تعالی ما من پرسان نکرده که من تو خلق میکنم به می قیافه بنا در روز آخرت هم من مکلف نیستم که از می وجود خود من پاسپورت شوم که مرا بگه که چرا به این شکل خلق شدی چرا مرجع تکلیف نیست هر آن چیزی که مرجع تکلیف است همانا تکوین تشریعی است که الله تبارک تعالی هر آن چیزی که من حیث شریعت که بر ما چی کرده که انسان خود انسان در چیستی خودش که انسان از چی خلق کرده مخلوق خدا هست حیوان است حیوان به معنی ازی که این زنده هستند هی است زنده من حیث مخلوقات دیگه الله تبارک و اما از مخلوقات دیگه قسمی را متمایز ساخت با علم که دادش با اراده که دادش با قدرت که دادش که در امی زمین خاکی من حیث از که خلیفه خداست مسئولیت و مکلفت هایی داره که باید چی کار کنه امروز مسئولیت که خود شما گفتین که بر ما برمیگرده که ما در قسمت چیستی در وجود خود ما هیچ نوع تدخل دیگه نداریم حتی یک لقمانانی که ما میگیریم میخوریم فقط عمق است که اراده عقل و قدرت ما این نیست که یک لقمانان از یک جای میگیریم بر دهن خود میگذاریم فقط میجویمش از گلون پایان رفت ما دیگه مسئولیت نداریم در وجود خود هیچ تنو تصرفی نداریم قلب از بدون اراده ما کار میکنه حرکت کرده رئیس روده ها وظیفه خود انجام میده میده وظیفه خود انجام میده کلیه ها وظیفه خود انجام میده موی هایی که غذا و انرژی را میگیرن برای خون انتقال میده هر کدامش وظیفه خود با قدرت کامله الله تبارک و تعالی بدون که ما در وجود خود اراده داشته باشم کار میکنه یک موضوع موضوع دیگه ای که ما میخوایم که ما بدانیم که چی هستیم هر آن چیستی خود ما میخوایم که از قران کریم بگیریم الله تبارک و تعالی در قسمت که ما کی هستیم و چی هستیم میگه که ما شما رو حالا بخ... اگر جناب استاد هم در یک غیر مسلمان به خاطر پیدا کردن کیستی و چیستی خود مراجعه کنه به قرآن مشخصا کدام آیت کدام سوره باید مطالعه کنه و دقیق خب متاسفانه متاسفانه که مسلمان های عزیز ما از این گپا دور هستند و فعلا امو خارجی ها کسانی که ایمان به الله ندارند اونا قرآن را زیاتر و بیشتر از ما مطالعه کردن و به این حقیقت رسیدن و امروز تمام تعالی و پیشرفت هایی که در عرصه مادی از اونا میبینیم چی از کلش داشته های قرآن است امروز هران آن چیزی قرآن بر ما میته بر تمام انسان نو بشر که عبارت از مسلمان و کافر از برش چی داده که از دیگر مخلوقات خدا متمایز شوه اینا را گرفت علم دادش عقل داده دادش اراده داده اش قدرت دادش بنان توسط چی پیش از اینکه الله تبارک تعالی برای مخلوقات خود قرآن یا کلام خود را رایی کنه یا احکام خود تشریح کنه بر از اینا عقل میته بنان قوه مدرکه ای که خوب از بد تفکیک میکنه که مرا امروز وادار ساخته که ما بگویم ما کی هستم ما باید مشخص شم ما در اینجا وظیفه ما چی هستم؟ امو قدرت و امو عقل میگه امروز بعد فراتر از عقل که پیش میریم میخوانیم که علم هستک شناخت <تصفح> ببخشید شناخت اشیا فل الاشیاء به حقیقتها شناخت اشیا به حقیقتش توسط اینمی علم میشه بنان ما علم یاد میگیریم به خاطر چی علم ناقص است عقل ناقص است در بمبست ها واقع میشه حواس انسان ها ناقص است به خاطر چی ناقص است انسان اگر متوجه به با این باشه که من از حواس خود باید چی کنم کفار می تقاضا ها آها را قبل کردن ها اجازه بفرمایید سوال داشته باشم که مطالعه پیرامون دنیای درون مگر ما را به طرف مطالعه و دقت دنیای بیرون کشانه. چگونه ما مسلمان هستیم که از دنیای بیرون ناگاه و اما قبول کردیم آنجا خارجی ها نمیدانند و یا هم قبول نمیکنند و اما مطالعه دارند خب این ابو جهلم هم میدانست که ما چیست این قرآن کریم و این پیامبر صلی الله علیه و سلم حقانیت است حق است پیامبر خداست اما تکبرشان غرورشان امروز میفهمند کفار که چی هستک که این قرآن بر حق است امروز اینا شناختن که ما دیگه از نسل شمپانزه یا شادی نیستیم این نظریه چارلز داورینی داورین که بود این نظریه غلط است خود طرف در نتیجه جهل و نادانی و این طرف ما چی خب امروز که در عصر هنوز خدای خود را نشناختیم و بله، ما قبول ام... داریم چون خودتان گفتیم. بله امروز که در عصر انفجار علوم هستیم علوم انفجار کرده امروز فقط چی است از دو چیز ما کار میگیریم امروز که ما خدای خود را نشناختیم فقط روی دو چیز زیاد تمرکز داریم که حواس انسانی است عقل انسانی است و علم انسانی است روی سه چیز ما زیاد تمرکز میکنیم امروز او کسانی که به نتیجه نهایی نرسن خداوند خدا چی بکنن بشناسن و خدا بشناسن استوار بر چی هستن اتکا به دو گپ کردن یکی علم است یکی عقل است هر آن چیزی که علمشان میگه که خدایی نمی است امو گپ متوجه هستن و هر آن چیزی که عقلشان میگه اما الله تبارک و تعالی انسان دو چیز دیگه داد عقل داد علم داد و به خاطر که علم و عقل در کار پر و در کجا تدبر و تفکر تعقل کو در آیات قرآن کریم که تو مشخص شوی تو کیستی استاد در اکثریت بحث ها ما شنیدیم از علمای دین که در افغانستان مثلا مسلمان بودن به گونه ارسی است مثلا پدرم پدر کلان مسلمان بودم ما هم پذیرفتیم حال چگونه ما بتانم به کیستی و چیزی خود پای ببرم با آن که ما اسلام را از پدر و پدر کلان خود به میراث گرفتیم هیچ مطالعه و دقت ندارم من. درست است بله ما وقتی که سعی میکنیم که اگر ما در این افغانستان بیچاره خود که سعی میکنیم امروز اوضای متلاشی و پر... پراگنده ای که ما داریم که خدا نمیشناسیم مادر را نمیشناسیم خانه ما نمیشناسیم که هر روز از این چه ضربه های خورده و میگن که عالم دین اوتو کرد یک مسلمان این کار کرد یک آخوند دینی ای کار کرد یک مسلمان بینی یک زنه برید گوش دیگه زنه برید و اینی کارهایی کرد در داخل مسجد چی شد و در داخل محراب و منبر چی شد تمامش برمیگرده بر چی به همی خود همین انسان که خدا نشناخته خود ما چه قسم نشناختیم فقط هر آن چیزی که عقل ما خب سوال همین است ناشناخته چطور خدا را قبول کرد بالکل هر آن چیزی که عقل ما بر ما فرمان میده ها؟ هر آن چیزی که عقل ما میگه بنان ها عقل بنبست های داره هر آن چیزی که عقل بر ما میگه شاید درست نباشه هر آن چیزی که علم میگه شاید درست از چطور نباشه میشه قبولش کرد خب بنان الله تبارک تعالی بر ما عقل و علم داده که در چی در روشنایی قرآن وسیله سیومی که بر ما وشما داده تا خوب انسان بشناسیم که انسان کی چند کیست؟ از ماها در روشنایی قرآن خود را و خدای خود را شناختیم خب ما امروز در افغانستان فکر میکنم اگر شاید از سر خود بگویم که من هم به او سطحی که باید خودش شناخته باشم نشناختیم خب وقتی که من خودم نشناخته باشم قسمی که زیبنده شان الله تبارک و تعالی شناخته تو را نشناختیم پس معنای کیستی مفهوم پیدا میکنه در این جهان یا در این سرزمین وقتی که ما عالم ما وقتی که مفتی ما شیخ ما امروز که پریشان است امروز که در مو سرگردانی های عقل و علمش است برداشت های درست از قرآن تدبر و تفکر در علوم قرآنی نکده فقط مو تفاسیر خشک خودش به زعم خود داره اما تفاصیل کرده و اگر بگوی که امروز خب اینا فهمیده تفاصیل و خشک را کردن یا نه در نتیجه نفهمیشن خب ما میگم که اینا نفهمیدن وقتی کسی که تفاصیل خشک که از ذهن خود دیده برداشت های خودش بوده قرآن به شکل که به قسم کلله الله تبارک و تعالی میخواسته که تفسیر شود تفسیر نشده و اینا در تفسیر بسته کردن هر آن چیزی که اصل پیامبر برای ما تفسیر کرده هر آن که صحابه برای ما تفسیر کرده دود پایت بالا نکوده که پیشتر نرو از او فراتر صحبت کردن نمیتونی هر آن که امام ابو حنیفه بر ما گفته هر آن که امام شافعی گفته هر آن که مالکی و حنبلی گفته هر آن که دین گفته دیگه تو انسان عقل عقل چی نداری حق نداری که چی کنی فراتر, فراتر از بله. با داره... این طرز جناب استاد همدرد ما میتونیم وظایف اصلی ما به حیث انسان را انجام بدیم یا نه نمیتونیم به خاطر که ما خود نمیشناسیم وقتی که ما خود خودشناسی نداشته باشیم تا که خود انسان یگانه چیزی که شناخت برش میشه قلبش است بله. امروز قلب های ما را چی کردن دل... دل... دلا کلش کور شده این زنگ های توسط اعمال زشت دیگران بر ما داده شده که هر چی میکنیم پاک نمیشه چی خاصایی که ما به خودشناسی یک موضوع را تصحیح کنیم. اعمال زشت دیگران امال اعمال ازش تو خود ما خود ما تلاش نکردیم خود ما مطالعه نکردیم خود ما در روشنایی قرآن زندگی خود را پیش نبردیم پس چگونه باید بگیم اعمال ازش تو دیگر بله <تصفح> هر <تصفح> کس <تصفح> جوابگوی اعمال خودش است درست است گپ ایجاست که جامعه ما امروز تاثیر جامعه تاثیر بسیار بزرگ سر انسانیت داره امروز جامعه متلاشی همین جامعه ساخته و پرداخته خود پرداخته ما باقش. خود ماست امروز وقتی که ما در جامعه امروز 95 فیصد امروز 10 فیصد علما سر انسان سازی و خداشناسی کار میکنن 10 فیصد کار میکنن 90 فیصد دیگه 90 فیصد دیگه غربی ها سر چی سر از بین بردن برنامه ها کار میکنه ما چطور میتونیم در 10 فیصد که ما سرش کار میکنیم و 90 فیصد که از بیرون سر ما کار میشه بس ما خود را داریم استاد در اصل تمام هر ما... قابل حل است بله هر ما مطابق با دساتیر قرآن عمل کنیم که ما این 90 فیصد خو جایش 10 فیصد 90 فیصد گرفته میشه بنان خیمه چی خب میکنیم ما خود مسلمان هستیم ما به خبر از قرآن هستیم یک تفاسیر و معنی درست خلقت خدا وقتی که ما نفهمیدیم که ما را کی خلق کرده این انذار بشارت یک سوال از ابتدا تا حال دو سه بار تکرار شد میتونیم به خود مسلمان خطاب کنیم یا نه تا هنوز خود را نشناختیم تا هنوز تفسیر درست از قرآن نداشتیم مطالعه دقیق از قرآن نکردیم بله ما میتونیم خود را و امثال خود را مسلمان خطاب کنیم اما میراسی بله مسلمان خطاب کنیم اما مؤمن خطاب کردن نمیتونیم مسلمان جنبه ظاهری ده میگه که ما فقط تسلیم اوامر الهی من نهی سازی که ما در تذکره ما چی است مسلمان نشته است درست است ما مسلمان هستیم اما این ایمانی که انوس هم در جاغورهای ما است در قلب ما دخالت نکرده جای چی کرده جای شیطان دور نکرده و جانشین شیطان دروج جا نشه که جانشین شیطان شیطان باید دور شوه جایش ایمان بگیره امی اعضای بدن را که شما نام بردین به صورت مستمر و دوامدار و بسیار هم منظم شبانه روزی کار خود را انجام میده به خاطر که ما درگیر ای وظایف نشویم حال تمام امکانات به دسترس ما است و ما بهترین مخلوقات آفریده شدیم چرا ما با وظایف اصلی خود نمیپردازیم استاد به حیث مسلمان بله یگانه چیزی که ما را به وظایف اصلی ما متوسل متوجه می چی حضور انسان چی با قرآن بودن انسان وقتی که متوجه قرآن میشه چرا دفترچه و دستورات و عملکردهایی که الله تبارک برای تو داده شده چرا تو را علم داد عقل داد که تفکر کو با انسان بدون قرآن میشه برش خطاب کرد مسلمان نه خیر نه هر آن کسی که قرآن با او نیست با او نمیشه که مسلمان خطاب کرد هرکس چرا تسلیم اوامر قرآن ما شدیم قرآن برای ما ای میفهمانه که الله واحد و لا شریک است ما تسلیم شدیم اما ای که عمل نمی کنیم امیر به واقعا قبول نداریم مؤمن نشدیم ای قرآن انوز در قلب های ما داخل نشده هرگاه قرآن در قلب ما داخل شد این میشه که ما می تونیم که یک انسان چی صد فی مسلمان و مؤمن باشیم وقتی خداوند متعال پیش ملائکه از انسان تعریف کرد که نماینده ما بر روی زمین با چه دیدگاهی ببخشید اگر یک چنین سوال من درستش چی خب اینه که ما میگیم که الله تبارک و تعالی گفت که ما این جاعل فی الارض از همین خلیفه, ها منظورش بود بله ما این می انسان هایی که با قران اونس نگرفتن هدف ما ما میگیم که انسان انسان الله تبارک و تعالی خلیفه خود در روی زمین ساخت اما مکلفیت و مسئولیت های داره یک تعداد هستند که اینمی مسئولیت پذیر هستن مکلفیت ها را قبول داره که این خلیفه های خدا در روی زمین هستند اونایی که این مسئولیت ها را نفهمیدن وظایف اصلی خود را نفهمیدن بنا اینا چی میشه الله تبارک و تعالی میگه که انسان نیست بس. اولای که کل انعام اینا از حیوان بدتر حیوان و از حیوان بدتر میشن استاد در پایان با این سوال برنامه را میخوایم اختتام ببخشم که چگونه بتونیم در روشنی همین تعریف کیستی و چیستی با وظایف اصلی خود در کره پهناور زمین بپردازیم تا انسان خوب و نماینده خوب و خداوند متعال برای زمین باشه تشکر در پایانی برنامه که ما چه قسم بتانیم که از خود اگه انسان سالم یک کس سالم یک چیز سالم که الله تبارک و در اینجا متمایز ساخته مخلوقات حی خود به خی خیچی است متوصل شدن به قرآن متوجدن به اینکه که من خلیفه خدا در روی زمین هستم وظیفه دارم مرا بر چی خلق کرده انتهای ما کجا هستک امران زمین هستک اقامه شریعت محمدی صلی الله علیه وسلم است که ما باید وظیفه ها و مسئولیت های دارم که را برسانم بنان خیچی از ما توجه بینده های از به ای جلب میکنم که هر آن چیزی که هستی هیچ جنبش ذاتی در خود من نیست هر آن چیز جنبش که است از طرف الله تبارک و تعالی این انسان در خود یک جنبش ندارند هر آن چیز جنبش از طرف الله تبارک و تعالی است بنان خی چی میشیم هر آن چیزی که برای ما وظیفه میته هر آن چیزی برای... که ما را قدر و قیمت می بخشد تاج کرامت بر ما میته شدن و چنگ زدن به مو رسمان خدایی که بر ما میگه قرآن و اعتصمو به حبل الله جمیع و لا تفرقو فقط حیثت ما عزت ما شرف ما شناخت ما که ما را هویت می بخشه این می چنگ زدن به دین مبین اسلام خصوصا به قرآن کریم که آخرین کتاب و به پیامبر داشته های رسول الله صلی الله علیه که محمد رسول الله آخرین است بسیار تشکر استاد از حضورتان و برنامه بوشید. مثل همیشه ما را افتخار بخشیدین و زیاد آموختیم از داشته های منوی شما تشکر. سلامت باشید عزیزان بیننده در پایان گفتم میتونیم که این من من یعنی انسان میتونه خوب زبا قوی و عکس او زشت ترسناک و امثال هم باشد البته اینها زمان محقق میشه که ما خوب باشیم و خود را خوب بشناسیم پس ما خوب استیم قوی هستیم و زیبا هستیم و عکس او ما خود را نشناسیم و در جهالت تمام زندگی خود را به پیش ببریم پس میشه زشت، ترسناک، حولناک و امثال هم و بدترین حیوانات که استاد بزرگوار در لابلای صحبت هایشان فرمودند. عزیزان بیننده در پایان برنامه قرار داریم و ناگزیر هستیم با شما ارجمندان خداحافظی نماییم تا دیدار بعد روز شنبه اگر در قید حیات بودیم انشاءالله مجددا در خدمت خواهیم بود تا اودم خدا نگهدارتان